خب درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و روزگار به کامتون باشه. خیلی خوشحالم از اینکه امشب هم در خدمت شما هستم. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست و پر انرژی باشید. عرضم به حضور شما، ما امشب هم برای شما موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم که قراره به سمع نظرتون برسونیم. امیدوارم که مورد نظرتون قرار بگیره. اما یه 3-4 تا سوال جور و جور همین اولش پرسیدید از من، بذارید من یکی از اینها رو اول شروع بکنم، بعد اگر اینی بذارید بگه من پیش پای شما داشتم میامدم اینجا. آقای خرس‌الله دوباره چند تا از این قارقارک های ایران رو تحت عنوان پهباد به سمت شمال اسرائیل فرستاد. فکر کنم یکی دوتاش هم اصابت کرده بودن به خونه یا فلان، این دفعه مرغداری نبود، میگم چه آبروی ازشون ریخته شد. این دیروز با این گندوگوزی خودشون آمدن گفتن ما اعلام میکنیم بلا میکنیم و اینها، زدن یه مرغداری رو، بعد از اون چقدر دیگه پروموت شد این قضیه، یعنی حیثیتی بر اینها نماند. ولی الان من دیدم یه 6-7 تا پهپاد فرستادن، یکی دو تاشون به یه دونه این ساختمون پاختمون ها خورد و اینها. خرس‌الله جونش میخاره، هم خرس‌الله جونش میخاره، هم حزب‌الله جانش میخاره، به این خاطر که نمیخوان ول کنن. میدونید دیدی مثلا این پرنده هایی که میان مثلا پشت این شیر و ببر و پلنگ و اینها میشینن، هی گوششون رو نک میزنن، هی پشتشون رو، هی اذیتشون میکنن و اینها. بعد شما آخه یه ذره بیان اینا رو کنار هم بذارید ببینید مثلا پلنگ و شیر و ببر و اینها کجا، اون پرنده ریزی که خلاصه چی نیست کجا. الان دقیقاً خرس‌الله داره یه همچین کاری میکنه و هی داره اذیت میکنه و نمیدونم، شاید هم واقعا دلش میخواد که نمیدونم اسرائیل کاری رو که با غزه کرده و اونجور اون منطقه رو کلن شخ زده، بیاد همین بلا رو سر لبنان پیاده بکنه. جایی نرید، امشب میخوام در مورد این موضوع با شما صحبت بکنم. اینا در به در میگردن دنبال اون کسی که اینا قرار ساعت 5 صبح 1000 موشک و پهپاد به سمت اسرائیل پرتاب بکنن. اما خب دیدید که نیم ساعت قبلش اسرائیل 100 هواپیمای خودش رو به سمت حزب الله فرستاد و تعداد بسیار زیادی از پرتابه ها و موشک ها و راکت های اینها رو منهدم کرد. اینها الان میگن که این طبق مثلا طبقه بندی اطلاعات بوده، زیاد از این ماجرا خبر نداشتن. چطور شده اسرائیل فهمیده؟ اینجا واقعا مثلا تعداد کم بوده که اطلاعات داشتن، اینا منتظر بودن که اون لحظه برسه، چه میدونم 20 دقیقه مونده برسه تازه به همه بگن بلند شید برید به اون منطقه و الان موقع حمله است. یعنی به همه از ساعت قبل نگفته بودن، ولی الان یه گندی بیرون آمده، میگن که کار یکی از این سفراست که میخوام امشب اگر وقت شد در موردش با شما صحبت بکنم. اما در خصوص آقای پاول دورف خیلی میپرسید، خیلی در موردش میپرسید که این دستگیریش تو فرانسه چه شد. خلاصه اون دختری که همراهش بود و خیلی هم زیبا و محروب بود، اون کی بود باهاش بود؟ آیا زنش بود؟ همسرش بود؟ آیا اون رو هم دستگیر کردند؟ و نمیدونم آقای پاول دورف چند سالش رو این سوالا زیاد پرسیدید. دوستان ما امشب یه عالمه گزارش در خصوص کشور خودمون داریم در مورد وضعیت اینکه یه حرامزاده استاد دانشگاه توهین کرده به ساحت مقدس مهسا امینی و به کردهای عزیز ما. میخوام در مورد اونها صحبت بکنیم، در مورد اتفاقات دیگه صحبت بکنیم. ولی خب حالا بذارید من گذرا در مورد آقای پاول دورف یه چیز بگم. ایشون کلا 39 سالشه، یه جورایی هم بازار مشترکه، یعنی این که پدر مادر عربی فرانسوی داره، خودش شهروندی فرانسه رو داره، امارات رو داره، روس رو هم داره چون متولد اونجاست. ولی اینکه این همه سال هم که تلگرامو داشته به خاطر اینکه محدودیت رو روسیه داشته و دستگاه امنیتی روسیه ازش خواسته بودن که اطلاعات مخالفین مثلا به پوتین رو یا دولت پوتین رو بهش بدن، این قبول نکرده بوده. از اون به بعد رفته بوده در امارات زندگی میکرده. همین چند وقت پیش بود که آمدن دارایی های ثروتمند های دوران دنیا رو رقم زدن، حساب محاسبه کردن. آقای پاول دورف با 39 سال سن
چیزی در حدود 15 میلیارد دلار سرمایه داشته. خب ایشون صاحب امتیاز و اصلا ابداع کننده تلگرام بوده، البته به همراه برادر خودش که یه برادر بزرگتر از خودش فقط داره. و اینکه بله 15 میلیارد دلار جزو 20 ثروتمند دنیا حساب میشه، بیشتر این پولش هم از سمت تلگرام به دست آورده. و دیگه چی قرار بود؟ آها، در مورد این دختری که گفتی، زنش نیست چون زنش کسی دیگه است، این خانم یولیواس اسمش، یولیوا که ایشون وبلاگ نویس روس هستن، فکر کنم 24 سالش هم باشه و یه چند وقتی هم بود اومده تو امارات زندگی میکرد، خلاصه روس بود، مامانش هم روس بود، بعد دیگه اومده چون تو امارات حالا چه میدونم یه جورایی خلاصه آشنایی پیدا کرد با آقای پاولدورف. اون روز هم که داشتن اینا رو دستگیر میکردن، الان نزدیکان این خانم که وبلاگ نویس 24 سالش هم بیشتر نیست، گفتن که از اون روزی که اون آقای پاولدورف هم دستگیر کردن، مطمئنا ایشون رو هم دستگیر کردن. چرا که از اون روز تا الان کسی بود که نیم ساعت به نیم ساعت مثلا پست میذاشت، میومد حرف میزد، زنده لایف میذاشت و فلان و اینها، چون پیداش نیست پس مشخص میشه که ایشون رو هم با جناب آقای پاولدورف دستگیر کردن. اما خیلی ماجراها زیاده، خیلی از خبرنگاران، خیلی از مجریان مشهور دنیا آمدن و انتقاد کردن به دولت مکرون رئیس جمهور فرانسه که تو دست جمهوری اسلامی از پشت بستی. خب وقتی طرف نمیخواد اطلاعات به شما بده، نمیخواد فضای تلگرام خودش در اختیار دستگاه امنیتی قرار بده، چرا با گرفتن و دستگیر کردن و نمیدونم زیر شکنجه بردن و اینها میخواین این کار رو انجام بدید که مطمئنا به نتیجه نخواهید رسید. خب این از این جناب آقای پاولدورف. اما خیلی از بچه‌ها به من گفتن که بچهای کادر درمان و پرستاران گفتن که آقای بهبودی هر طور شده حتما به پرستاران عزیز بگو ما این فراخوان بزرگی رو دادیم، قرار همه فردا جلوی وزارت بهداشت جمع بشیم چون شورای عالی نمیدونم بهداشت و فلان اینها قرار تصمیم گیری بکنه در مورد وضعیت پرستاران، کادر درمان، بیگاران و اینها، و اگر ما نریم و خبری نباشه اینا فکر کنن همه چیز فروکش کرده. البته فروکش نکرده که، امروز دیدم تو چند شهرستان تو استانهای مختلف دوباره همه اومدن به خیابان و اینها و اعتراض کردن. از این بابت واقعا ممنونم شما پرستارا، خیلی جامعه پرستاری و پزشکی و بهیاران و کادر درمان پشت هم هستید، اورژانس پشت هم هستید و این خیلی خوبه. فردا رو فراموش نکنید، رأس ساعت 9 صبح قرار جلوی وزارت بهداشت و درمان باشید. اما بذارید شاهزاده، دیروز صادق در مورد ایشون گفتن که آقای شاهزاده هم در مورد خصوص همین اعتراضات پرستاران اومد واکنش نشون داد، یک متن خیلی جالبی نوشت. من این متن رو خیلی سریع برای شما عزیزان بخونم که قوت قلب بگیرید و فردا حتما در این گرد همایی جلوی وزارت بهداشت شرکت کنید و برای شما یه پشتگرمی باشه صحبت‌های جناب آقای شاهزاده عزیز و بدانید که یک رهبر مهربان پشت شما هست. ایشون گفته که اعتصاب پرستاران در اعتراض به دشواری‌های عظیم اقتصادی که با آن مواجهند نمود دیگری از بلایی است که فساد، ناکارآمدی و ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بر سر میهن و هم میهنان ما آورده است. بیش از 4 دهه است که حلقه کوچکی از وابستگان ناکارآمد فرقه‌ای تبهکار پست‌های مدیریتی را میان خود تقسیم می‌کنند و منابع کشور را در جهت در جیب خود و نزدیکانشان می‌گذارند و یا خرج تروریست‌های غیر ایرانی می‌کنند. دستاورد این نشستگان بر سفره انقلاب، فقر و فلاکت و گرانی و بیکاری و دلنگرانی دائمی برای اکثریت مطلق ایرانیان بوده است. این در حالی است که بسیاری از افراد کاردان که می توانند به سرعت کشور را دوباره بسازند و در مسیر ترقی و تمدن قرار دهند، یا گوشه نشینند و یا در صف مهاجرت قرار دارند. این وضعیت جز به میدان آمدن برای گرفتن حق خود در همه زمینه‌ها، از معیشت و اقتصاد گرفته تا حقوق سیاسی و اجتماعی، تغییر نخواهد کرد. من امیدوارم پرستاران کشور در بازپسگیری دست کم بخشی از حقوق اقتصادی خود در مقابل جمهوری اسلامی موفق شوند. حق معیشت بهتر اما تنها منحصر به پرستاران سخت‌کوش کشور ما نیست. همه شما که سخت کار می‌کنید و یا بعد از سال‌ها کار سخت در سن بازنشستگی هستید اما درآمدتان متناسب با تلاشتان نیست و کفاف زندگی مطلوب را نمی‌دهد، شایسته رفاه اقتصادی و زندگی بهتری. برای گرفتن حقوق خود به میدان بیایید که حق شما
در جیب حاکمان داخلی و تروریست های خارجی است. آن روز که ایران ما را ایرانیان ایران ما را ما آن روز که ایران ما ایرانیان میهن پرست و کاردان در فرایندی شفاف و در چارچوب تامین منافع ملی اداره کنند، ملت ایران به رفاه و امنیتی که شایسته آن است خواهد رسید. آن روز روزی است که ایران ما از شر جمهوری اسلامی رها باشد. پاینده ایران، رضا پهلوی. درود به شرف رضا پهلوی، شاهزاده عزیز ما، که واقعا من وقتی در موردش حرف میزنم قلب آدم تاپ تاپ میزنه. یعنی خیلی ها وقتی صحبت های ایشون رو میشنون ناخودآگاه اشک در چشماشون سرازیر میشه. چرا؟ چون حرف های ایشون رو وقتی میشنون به عقبه ایشون نگاه میکنن. پدر مهربان ایشون، پدر بزرگ قاطع و مدیر و مدبر ایشون، که ما امیدواریم که بعد از سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی در رأس هرم در دوران گذار ما شاهزاده رو ببینیم. چه حالی هم میده یه همچین شخصی که به زبانهای مختلف دنیا آشناست، تحصیلات عالیه داره، کچلوار و کراوات و تیپی و اینها. بعد شما حساب بکنید که مثلا یه جا میخوایی برید بگن که رهبر شما کیه، یا حالا رئیس جمهور شما کیه، یا حالا رئیس دولت شما کیه. مثلا بگید که ایشون هستن، شاهزاده رضا پهلوی هستن، اصلا خودشون شاه دیگه هستند و اینها. ولی حالا حساب بکنید مثلا الان برید یه جا و فلان و اینها، بعد از شما بپرسن که ایشون مثلا چجوریه، قبلا کجا بود، مثلا عضو گروه حزب و دسته. میگم نه آقا، پدر ایشون شاه بزرگ ایران بودن، پدر بزرگ ایشون مثلا رضا شاه بودن و رضا خان بودن. بعد میگن ای چه جالب، چقدر خوب و اینا. حالا مثلا الان من بلندشم برم اونجا، یو مثلا حالا از شانس بعد ما بیارن این گوزو رو تو تلویزیون نشون بدن، این جنتی شاشو رو با اون قد فسقلیش و با اون قیافه و با اون لباس خفاشی که پوشیده، بگن آه این کیه، مثلا بگیم همه کاره مملکت ماست. بعد میگن نه دارید شوخی میکنید و فلان اینا، این که سرش به کونش پنالتی میزنه. میگن نه ایشون همه کاره است و فلان و اینها. خب چرا سن داره ایشون؟ الان در حال حاضر یه قرن زندگی کرده، 100 سال. خب ایشون میتونه تنبون خودش رو بالا بکشه؟ نه. تحصیلاتش چیه؟ تو حجره میداده. خب دیگه چی؟ فلان هیچی. یک عمر مال مفت مردم ایران رو خورده و الان هم برای مردم تصمیم میگیره، وقتی نمیتونه شاش خودش رو نگه داره، آب و گو قاطی میکنه، روغن سوزی داره، کلن سر باشار سر سیرن سزونده و اینها. این الان داره برای 85 میلیون مردم. واقعا یه جوریه دیگه، باید یه ذره فکر بکنیم به نتیجه برسیم. الان که دیگه فراخوان ها آمدن، این فراخوان دیگه مال جامعه خوده، کادر درمان و جامعه پرستاران و پزشکان و نمیدونم بهیاران و کادر درمان بوده، فردا هم استارتش رو میزنن رأس ساعت 9:30 صبح جلوی وزارت بهداشت و درمان، و گفته اونایی هم که نمیتونن حالا به تهران بیان و اینها، جلوی دانشگاه علوم پزشکی استانها برند و تجمع بکنن تا ما به خواسته خودمون برسیم. الان هم که دیدید شاهزاده متنش رو خدمت شما خوندم. خب بریم موضوع بعدی رو داشته باشیم. موضوع بعدی اینه که طی ساعات گذشته روسیه بعد از این رکب‌هایی که پشت سر هم از آقای زلنسکی به رئیس جمهور اوکراین و این ارتش با غیرت و با وجودش خورد، آمد وحشیانه حمله کرد به قلب اوکراین، یعنی به کیف. اولین کاری که کرد، یعنی کارهایی که روسیه میکنه کارهای ضد بشریه. اینو جدی دارم عرض میکنم. شما نگاه بکنین حملاتی رو که ارتش اوکراین به روسیه داشته، به خاک روسیه داشته. نگاه بکنین به هر روستایی که رفته، مردم از اینا استقبال کردن، با مردم خوشبش کردن، چون به هر حال همزبونن، یک زبانی اینها شوروی سابق بودن، به کسی آزاری نرسوندن. سربازایی هم که پهپادا دیدید که فیلم و دوربینم از اینها، از دوربین‌های خودشون از اینا فیلم برداری هم کرده، هر جا پرچم سفیدی بلند کردند و اینها آمدن بدونی که اینها رو بکشن، اینها رو به عنوان اسیر گرفتند و هیچ گونه اتفاق آنچنانی نیفتاد. اما شما نگاه بکنید درست در مقابل روسیه میاد چه کار میکنه. امروز اولین کاری که کرد، آمد توربین آبی، یعنی اونجایی که برق کیف رو، مرکز اوکراین رو، پایتخت اوکراین رو یه جورای تغذیه میکرد و پشتیبانی میکرد و زدن، نابود کردن، باعث شد که برای ساعتها برق در کل کیف، تو منطقه، تو اوکراین اصلا
ما خاموشی داشتیم. خب نگاه بکنید چه این چه فاجعه است. خب شما جنگ دارید، ارتش به ارتش، اسمش روشه، جنگه، قراره ارتش مقابل ارتش باشن. این که میای بلند میشید توی الان چندین موشک زدن، خود آقای زلنسکی هم اومده گفته روسیه با بیش از 100 موشک و 100 پهپاد ایرانی به اوکراین حمله کرد. خب جالب اینجاست، البته جمهوری اسلامی به زودی باید پاسخ اینها رو بده، اینکه با پهپاداش، اینکه با موشک هایی که پشت دست از راه انزلی و خزر داره تو کشتی ها موشک میذاره و پهپاد میذاره و به روسیه میفرسته، باید یه روزی واقعا به جامعه جهانی، به حقوق بشر باید پاسخ بده که چرا این کارها رو میکنه، که اینا با همین پهپادها اومدن تعداد زیادی رو همین امروز هم دوباره در اوکراین کشتن، مردم بیگناه رو، اگر سرباز باشن، ارتش باشن، میگیم آقا جنگ و داره این اتفاقات میفته. از یه طرف دیگه هم یه سری تحرکات داره دیده میشه تو بلاروس، چون بلاروس میدونید که رئیس جمهورش داشت دیگه از طرف مردم کلن کنار گذاشته میشد، سرنگون میشد، چون یک آدم فاسد خوشگذرانه، ولی پشتیبانش از اونجایی که پوتین بود، پوتین سربازان خودش رو فرستاد و این اجازه رو نداد که مردم اون رو سرنگونش بکنن، به همین خاطر اون الان یک جورای بدهکار پوتین هست و الان سیستمای امنیتی اروپا و جهان دارن میگن که همین بلاروس داره یه سری تحرکاتی در مرز مشترک با اوکراین انجام میده و کل سربازهای خودش رو آورده به خط کرده و امکان حمله بلاروس به اوکراین هست. وقتی این اتفاق بیفته، اگر تا الان شما میبینید که ناتو پا پیش نذاشته، گفته حالا جنگ بین اوکراین و روسیه است، ما دست به عصاتر را میریم، مثلا نیرو نمیفرستیم. چرا؟ چون هنوز اوکراین پیشنهاد داده که بیاد بشه عضو ناتو و نشده عضو ناتو. خب به همین خاطر دارن دست به عصا میرن. حالا بعضا میبینید که آلمان و نمیدونم آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینها از نظر تجهیزات نظامی به اینها کمک هایی میکنن که اونم تازه قابل توجه نیست. اگر بخوایم خیلی دیگه روش نگاه بکنیم، شاید هم تا به امروز لهستان و با آمریکا بوده که به هر حال یه تجهیزات به درد بخوری مثل تانک ها و موشک ها و اینها و هواپیماهای این که مهمه به اوکراین دادن برای مقابله و دفاع از خودش در مقابل پوتین. اما اگر الان اگر الان رئیس جمهور بلاروس بخواد تحرکی بکنه و یه جورایی تجاوز بکنه به خاک اوکراین، هیچ بعید نیست که همه فکرشون این ور تو خاورمیانه بود که استارت جنگ جهانی سوم این ور خورده بشه، ولی مطمئن باشید اگر اون اتفاق اون ور بیفته، جنگ جهانی سوم از سمت اوکراین استارتش زده خواهد شد. چرا؟ چون بلاروس اگر وارد جنگ با اوکراین بشه، اینجا دیگه نامردیه، یعنی دو تا کشور آمدن، خب کلی هم کلاهک هسته‌ای روسیه الان تو خاک بلاروس هست و بیم این هست که اینها بخوان استفاده بکنن. به همین خاطر اون موقع است که من مطمئنم، چون الان دروازه ورود به اروپا از سمت مثلا روسیه و بلاروس و حتی کمک کره شمالی هم دور از تصور نیست که در ادامه کار به اینها ملحق بشه، از سمت اوکراینه. یعنی اینها اگر بتونن اوکراین رو شکست بدن، خیلی راحت میان لهستان رو هم میگیرن، سوئد رو هم میگیرن، چه میدونم میرن سمت کشورهای اسکاندیناوی اون ور رو هم میگیرن، فنلاند و دانمارک و نروژ و اینها، بعد دیگه میان سر وقت چه میدونم آلمان و کشورهای دیگه. به همین خاطر مطمئن باشید اولا که آمریکا اجازه این کار رو نخواهد داد و بعد اجازه این کار رو نخواهد داد و بعد مطمئن باشید که اون ابرقدرت‌های هم که الان ما تو اروپا داریم مثل آلمان و انگلستان و فرانسه وارد کار خواهند شد و اونجا دیگه تعارف نیست و استارت جنگ جهانی سوم از آنجا زده خواهد شد. من برای گوز بایدن متاسفم که خیلی راحت مردکی احمق انگار مثلا یه چیزی رو ضبط کردن تو ذهنش، هر جایی که میاد سخنرانی میکنه تا مثلا چهار تا خبرنگار ازش میپرسن آقا این وضعیت آتش بس میان تروریستای حماس و مثلا اسرائیل چی شد، گفت به ما اطلاع دادن که دستاوردهای بسیار خوبی رو ما به دست آوردیم. آخه گوزو کجا دستاوردهای خوبی رو به دست آوردید؟ الان دو تا منبع امنیتی مصری اعلام کردن که حماس و اسرائیل تمام راه حل های ارائه شده توسط میانجی ها رو رد کردن. حالا میانجی ها که هیچ چه میدونم راه حلی ندادن، جناب آقای پروفسور گوز بایدن
رای حل داده بود که الان نه اسرائیل پذیرفته نه یحیی سنوار پذیرفته و اینها الان همین دو تا منبع امنیتی مصری هم اعلام کرده که مذاکرات با شکست کامل مواجه شد و تمام هیئت‌های مذاکره کننده به کشور خود بازگشتن. فقط دو سه هفته آمدن اینجا چلو کباب و زدن تو رگ و خوردن، رفتن یه ذره قطر اشغال کردن، بعد رفتن مصر اشغال کردن، آخرش هم به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن. چرا؟ چون یحیی سنوار داره یک جمعیت چند ده میلیونی رو فدای خودش میکنه. همه جای اینا به ظاهر میان میگن جان ما فدای مردم ما، ولی در باطن این حرامزاده ها آنقدر که از جان خودشون میترسن براشون جان مردم مهم نیست. جالب اینجاست که واشنگتن پست حالا داشت یه گزارشی رو تو شبکه خودش اعلام میکرد و بارها و بارها این خبر رو ترند کردن و داشت حسابی پروموت میشد تو فضای مجازی و تو خبرگزاری ها و اینها. این بود که میگفت که از نقل قول کرد بود از موساد که رد این جناب آقای یحیی سنوار رو زدن که بعضن از یک سوراخی میخواد به یک سوراخ دیگه منتقل بشه. میگن این رو با از این چه میدونم این چیزای روبندهای زنانه و چادرهای بندری عربی زنانه این رو انتقالش میدن از این بر اون، و که الان هم همون هم توسط جاسوسهای اسرائیلی شناسایی شده دیگه، از این به بعد با همون لباس هم نمیتونه تو جاهای مختلف تردد بکنه. مطمئن باشید به زودی این رو هم توی یه سوراخی خلاصه گیر خواهند انداخت و خواهند کشت. چون این شخص بعد از این اتفاقاتی که افتاده جالبه 7 تا بادیگارد داشت، محافظ داشت که دور و برش بودن. اونجوری که تو شبکه‌های مختلف اسرائیلی آمده بود، خود جاسوس‌های اسرائیلی اطلاع داده بودن که اون 7 نفری که خیلی به اونها مثلا اعتقاد داشت، ایمان داشت، اطمینان داشت و اینها، 4 نفرشون تو همین حمله اسرائیل به رفح کشته شدن. 3 نفر هستن که خیلی دیگه مراقب بشن، یعنی دیگه هیچی دیگه، یعنی امروز فرداست که خلاصه دهن جناب آقای یحیی سنوار سرویس بشه. اونم بمیره که دیگه کسی دیگر رو ندارن جایگزین بکنن دیگه، یعنی کسی دیگه هم اونقدر ارزش و اینها نداره. خیلی جالبه امروز اسرائیل به خاطر اینکه اتفاقات روز گذشته حزب الله که اومدن اینقدر گندگوزی کردن، اینقدر نمیدونم جمهوری اسلامی هم اومد بزرگش کرد، قالیباف نامه بلند بالا برای یحیی سنوار نوشته بود که حمله دیروز شما مثال زدنی بود، به نمیدونم شبیه اون حمله ای بود که اون جنگ 6 روزه و فلان اینا داشتید، به اون اندازه قدرت و شدت و حدت داشت. حالا چه خوبه اینا فقط یه نزدن یک مرغداری خالی از مرغ رو، و اینو میگن که در پاسخ به اون فؤاد شکور که مغز متفکر حزب الله بود و اینا، بعد همینجورم دارن هی نامه مینویسن هی فلان میکنن و اینا. اسرائیل امروز من حال اینا رو بگیره برگشت گفت که آقا جان شما که هی میگفتید ما 200,000 موشک داریم، باربارک داریم، فلان داریم، بسار داریم، نه هیچ غلطی نتونستید بکنین، حالا ما به شما میگیم که فقط از یه آمریکا ما چقدر سلاح گرفتیم. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که زمان جنگ در غزه 500 هواپیمای ترابری و 107 کشتی بیش از 50,000 تن تسلیحات و تجهیزات نظامی از آمریکا به اسرائیل منتقل کردن، فقط از یک کشور، فقط از یک کشور، در صورتی که اینا کلی تجهیزات از آلمان و انگلیس و فرانسه هم خریداری کردن، حالا کشورهای دیگه کلن بمانن. یعنی این کار کردن اینا یه جوری دیگه خواهی پیچ شدن کلن. به خاطر همینه که جمهوری امروز من دیدم که عراقچی در جلسه که با نخست وزیر قطر داشت که نخست وزیر بود و هم وزیر خارجه قطر هم نخست وزیر، آنجا گفته بود که نه ما جان ما تعارف نکن، آقا نگو 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 فلان، اصلا حرفی نزن، ما باید حمله بکنیم به اسرائیل، نگو جان مرد، گفت آقا به فدای سرم حمله کن، این حزب الله کرد چه غلطی کرد تو هم داری میکنی، من اومدم بهت بگم این کارو نکن، اوضاع بیریخته، اینا بد تصمیم برای تو گرفتن تو این چند وقتی که ما برای این آتش بس و چه میدونم تبادل اسرای بین تروریستای حماس و با اسرائیل جلسه داشتیم، ما اطلاعاتی به دست آوردیم که آمریکا و فرانسه و انگلستان و به پشتوانی از اسرائیل نسخه شما رو بد جور پیچوندن، اگر قرار بزنید یوهو بد میزنن به شما، مراقب خودتون باشه. ایرانچی گفت نه نه جان من اصلا حرفا رو نزن، ما که نمیترسیم، ما بیدی نیستیم به این بادها بلرزیم و فلان، ما
جواب قاطع خواهیم داد به زودی. حالا به زودی اینا شاید هم 20 سال دیگه مثلا آرپای آقا جان اتفاق بیفته. اما این روزها شما تو هر کوچه و خیابانی که می امروز دیگه اینقدر برای من گزارش فرستادن، این بچهای مخابرات دوباره، بازنشستگان عزیز مخابرات ما اومدن دوباره تبلو سنج برداشتن، میکروفون برداشتن، دوباره چه میدونم شعار و پار و فلان و اینها، در کنار اونها دوباره گروه های دیگه اومدن، چقدر از کارخونه ها تهدید شدن. آقا امروز دیگه اینقدر تو کشور ما برق رفتگی داشتیم و اینقدر به زن خامنه ای و دو تا دختر خامنه ای فوش دادن و به عروساش فوش دادن، من تا حالا ندیده بودم به یه نفر اینقدر فوش بدن. کارخونه خود گفته یه دونه از نماینده های مجلس که مال کمیسیون اقتصادی هم هست، برگشته گفته بود که ضرری رو که این وزارت نیرو در این چند وقت به صاحبان صنایع زده، شاید هم به جرئت بشه گفت مثلا تا بعد قبل از جنگ، بعد از جنگ نمیدونم اون 8 سال دفاع مقدس با عراق و اینها دیگه اصلا بی نظیر بوده. یعنی یک اتفاق فاجعه بار این چنینی. خیلی ها دیگه کلن عطایش را به لقایش بخشیدن، دیدن هی مواد اولیه رو کار میذارن، تزریق میکنن، یهو برق میره، همه خراب میشه و میریزن دور. به همین خاطر تصمیم گرفتن که کلن کارگرهای خودشون رو کلن اخراج بکنن. به همین خاطر کارگرها آمدن تو کف خیابان. آنقدر میگم این اعتراضات و اینقدر این گرفتاری ها زیاد شده. امروز من یه خبری رو داشتم میخوندم که تو خود منطقه ما، یعنی خود جمهوری اسلامی و این بر چه میدونم حاشیه خلیج فارس و کشورهای مثل لبنان و اینها که خودشون داغانند، جالب بود که امروز یه آماری بیرون اومد بود که جمهوری اسلامی به کارگرهای خودش نسبت به همین چه میدونم توی این منطقه پایین ترین حقوق و دستمزد رو میده. خدا شما رو لعنت بکنه. شما همین چیزهایی رو که به این کارگرها و کارمندا و چه میدونم به این کادر درمان خودتون میدید، یعنی فقط اینکه شکم خودشون رو آیا بتوانن سیر بکنن یا نه. بعد امروز جالب بود که من نگاه میکردم میگفتن که ایران در بین این کشورها از همه پایین تره، مثل امارات و قطر و عربستان و کویت و بحرین و مراکش و عمان و لبنان و فلسطین، ایران از همه اینها پایین تره. که اگر مثلا بخوایم به دلار حساب بکنیم، خیلی حقوق خوبی بخواد مثلا به یک کارمند و فلان اینا خودش بده به اندازه 400-500 دلاره، که مثلا همین تو نمیدونم امارات 3000 خورده دلار، نزدیک به 4000، تو نمیدونم قطر 3000، تو عربستان حق به هر حال قیمت ها خیلی خیلی بالاتر از اینه. بعد همین کثافت ها هم انتظار ندارن، همین چوس مثال پولی هم که دارن به اینها میدن، همینم هم به اینها بدن و اینها نیان و اعتراض هم نکنن که سریع برای اینها پرونده سازی سیاسی و فلان و اینها میکنن. بعد دلا پهنا هم از جیب اینها دارن میزنن. من دیروز با یکی از بچهای شرکت نفتی داشتم صحبت میکردم، میگفت آقا پیمان شما فقط میشنوید که ما مثلا یه حقوق بالا میگیریم و اینا از همون حقوق ما اینا دزدی میکنن، اون مزایا رو به ما نمیدن. بعد شما نمیدونید که ما تو این فصل تو چه جهنمی داریم، واقعا هم همینطوره، تو چه جهنمی داریم، هممون مریض شدیم، همه گرفتار، کی میتونه بیاد تو 50-60 درجه کار بکنه و فلان اینها. اینجوری هم نبینید، اگر جمهوری اسلامی به ما احتیاج نداشت همین پولم به ما نمیداد. خب بریم موضوع بعدی رو داشته باشیم. امروز دوستان یک اتفاق بسیار بدی افتاده که من وقتی این اتفاق رو دیدم خیلی ناراحت شدم و اون بذارید اینجا ببینم اگر الان بتونم اگر آره و اون حرف های یک حرامزاده ای بود به نام علی انتظاری که ایشون استاد دانشگاه هستن. البته استادهای دانشگاه وقتی الان دیگه میگیم استادهای دانشگاه، با استادهای دانشگاه قبل از انقلاب زن زندگی آزادی زمین تا آسمون فرق میکنه. چرا؟ چون اونهایی که با شرف بودن، با سواد بودن، یه چیزی بارشون بود، یه چیزی میفهمیدن، درک درستی داشتن، اونها رو همه رو کلن که طرف مردم هم بودن همه رو اخراج کردن. یک مشت عرازل و باش کثیف چه میدونم سر تو در آخر علی خامنه ای آوردن، مثل حدادیان و پرهینا رو کردن اساتید دانشگاه، که حالا این آقا هم از این هم مستثنا نیست که آقای علی انتظاری. حالا حیفه که آدم به این اصلا بگه آقا، این حرامزاده رو برداشتن آوردن توی یه برنامه تلویزیونی و ازشون شروع کردن، حالا یه منتقد آوردن این ور، یه دونه موافق آوردن این ور و گفتن حالا شما در مورد مثلا نظام و پزام و اینجور چیزها حرف بزنید،
به همون اندازه‌ای که این استادی که آمده بود، حالا یا کارشناسی بود، تحلیلگر و منتقدی بود که آمده بود، نوک پیکان رو سمت جمهوری اسلامی گرفته بود و داشت کلاً انتقاد میکرد و به درستی هم انتقاد میکرد که شما چه کار کردید و در این 45 سال مردم رو به کجا کشوندید، به همون اندازه این حرامزاده بلند شد آمد، اسم هایی من میگم شما یه تو ذهن داشته باشید، علی انتظاری آمد و خیلی راحت تو چشم مردم نگاه کرد و برگشت گفت که یعنی در مورد مهسا امینی که دیگه مظلومیتش به همه ما دوربین های مدار بسته و این همه روایت و خانواده و زندگی نامش الان دیگه پره دیگه تو فضای مجازی، دیگه ما میدونیم که این یک دختر قهرمان کرد بود، واقعا مظلوم واقع شد و واقعا چه برخورد بدی باهاش شد که یه گل نوشکفته بود، یه دختر جوانی بود که حالا حالاها برای زندگی خودش آرزوها داشت، اما به دست دشخیمان رژیم جنایتکار آخوندی کشته شد. امروز این حرامزاده وقتی آمد داشت حرف میزد، برگشت گفت که آره به خاطر نفله شدن یه دختر کرد سنی. خب حرامزاده کثافت، اون علی خامنه ای کونی شما مگه بارها و بارها نگفت ما سنی و شیعه و نمیدونم این و فلان و اینا نداریم، همه باید با هم متحد باشیم؟ پس شما کثافت ها، شما حرام نطفه ها، واقعا یک کینه شطوری از اون رهبر بیناموستون گرفته تا خود شما ها، یک کینه شطوری با اقلیت های مذهبی بلخص بچه های سنی دارید که اینجوری برمیگردی میای تو تلویزیون سرسپرده رژیم جنایتکار برمیگردی میگه دختره نفله نمیدونم کرد سنی. خب کثافت، تو وقتی اینجوری داری میگی یعنی یک قومی، یک گروهی، یک تشکیلاتی اینا که اصلا ارزشی هم ندارند، حالا سنی هم هستن، ما به زور اینا رو تحمل میکنیم، کردم هستن، کثافت ها، همین کردا هستن که قرن‌ها تو کتاب‌ها می‌خونید، تو برنامه‌ها می‌خونید، تو داستان‌ها و روایت‌ها و فیلم‌ها می‌بینید، از مرزهای کشور ما با غیرت دفاع کردن حرامزاده‌ها. اگر اونها نبودن که الان چه می‌دونم بیگانگان چوب تو ماتتتون کرده بودن، و تو الان بلند می‌شی با اون غبغب تو، با اون هیکل خرسی بلند می‌شی میای تو تلویزیون، خیلی راحت به این دختر عزیز کشور ما خانم مهسا امینی برمیگردی میگی آره این چه می‌دونم نفله کرد سنی بوده. خب که این واقعا باعث خشم شد. من دیدم الان خیلی جاها دارن گرده همایی میزنن که برای فردا در کنار ساعت 6 بعد از ظهر همه در کنار هم در استانهای مختلف، مخصوصا جاهایی که کردنشین هستن، ایلام و کرمانشاه و کردستان و کجا و کجا و کجا، که به خیابانها بیاییم ساعت 6 عصر و جواب این حرامزاده رو بدیم، چون الان سکوت بکنیم یه جورای انگار صدا و سیما و رژیم جنایتکار آخوندی دیگه الان کارناوال و اون سیرک مسخره اربعینشون هم تموم شد. الان میخوام اتفاقا در مورد اون یه چیزی بهتون بگم، واقعا خجالت آوره، یعنی واقعا اینها کرم و کثیف و انگل هستن. به خاطر همین تمام کردها من دیدم که جوانانشون دوباره تو فضای مجازی اعلام کردن که فردا هر طور شده ساعت 6 بعد از ظهر به خیابان‌ها بیایم اعتراض بکنیم نسبت به اینکه به جامعه کردها، به ما توهین شده، به ناموس ما توهین شده، به چه میدونم دین ما توهین شده، حالا هر چیزی که هست بیان به کف خیابون و اعتراض بکنیم و این اجازه رو ندیم، چون الان رژیم جنایتکار آخوندی چون کارنابال و سیرکشون برتمام شده دوباره آمده اینجا چه میدونم یه سوزن برداشته ای داره مردم رو تحریک میکنه، اذیت میکنه، چون دلش برای خون ریختن و آدم کشتن تنگ شده. اما یه اتفاقی بذار این تا یادم نرفته بهتون میگم، داشتیم اون با بچه‌ها صحبت میکردیم تو ایران، میگفت آقا پیمان شما اومدید گفتید که تعداد فلان قدر نمیدونم زن متأهل و دختر و فلان و اینها مفقود شدن، جالبه که 80% برگشتن، چون کارناوالا این دارن کاروان ها بک کارناوال و کاروان دارن برمیگردن و اینا یهو پیدا شدن. خب یعنی تو این چند وقتی که رفتن زیر اعراب خوابیدن لنگا رو دادن بالا، امام حسینشون هم براشون چراغشون رو نگه داشت و فلان و اینها، بعد الان که دیگه کارشون تموم شده 80% پیدا شدن، میگفت که آقا پیمان این رو داشته باش، روز گذشته دو نفر اینها، یکیشون همسر یه دونه از این مدافعین حرم بود، پرم بود، چی بود، حرمسرای سوریه رو نگه می‌داشتن که بعد اینا رو کشتن و فلان و اینها شدن مدافع حرمسرا،
یکی میگفت که شوهرش اونجا رفته بود به فاک عظما رفته بود، رفت اینجا با عرب خوابید دید چیز خوبی، گفت من دیگه بر نمیگردم ایران، میخوام همینجا بمانم. اونا برگشتن گفتن برگرد تو زنی شهیدی، ما اسم شوهرت اونجا تو تابلوی خیابان نوشتیم شهید، نمیدونم داخو باخو اسمشو نمیدونم، حالا در میارم خدمت شما حتما به شما میگم که اسمش چیه و فلان و اینها. و جالب اینجاست دومی یه زنی یه سرگرد سپاس، اونم گفته من بر نمیگردم. بعد میگه خود حفاظت اطلاعات سپاه وایساده بود، میگفت که آقا اینو ما کجای دلمون بذاریم؟ حالا این یکی میگه من شوهر ندارم، نیاز به شب جمعه و فلان دارم، میخوام اینجا بمونم، اینو میتونیم یه کاری بکنیم، برگردیم بریم اونجا بگیم آقا ایشون ما اونجا محرمیت خوندیم تا الا ماشاءالله که اونجا آخوند داشتن و فلان، حال صیغه کردیم فلان، همونجا مون کنار امام حسین که مثلا خادم بشه آروای آقا جان هر شب زیر یک نفر بخوابه. ولی اینو چه بکنیم که زن سرگرد سپاس، و جالب از استان البرز هم میگه بوده، سرگرد سپاه استان البرز، برگشته گفته برادران من با همسر خودم مشکل دارم فلان دارم و اینها. حالا مشکلش معلومه مشکل اخلاقی بوده، مشکل گفتگویی بوده، مشکل زندگی بوده، یا مشکل کمر به پایین بوده، مرده هیچی نداشته، نمیدونم تو جنگ مورچه خوارش مورد هدف قرار گرفته نداشته و فلان، گفت نه من با ایشون مشکل دارم، من الان اینجا راضی هستم، میخوام همینجا خادم آقا بشم. اینا میرن اونجا زیر اعراب میخوابن اسم حسین رو، بعد میگه مرد حسین میگه من گردن نمیگیرم، چند نفر من نه کمر دارم نه فلان، من میتوانستم مال خودم رو فشار میدادم و اینا چرا همش میان من خودشونو میندازن گردن من، چقدر آدمای ابچی ان اینا. روش میدین اینا امروز این بچه‌ها داشتن در موردش میگفتن، واقعا نشون میده اینا چقدر کثیفن، اینا چقدر حرامزادند. مثل این میمونه که مثلا یه سفره یه جا پهن شب دعوت میکنن آقا بیان خونه ما مهمونی، میری طرف خونه طرف مهمونی، سر سفرهش میشینی غذاشو میخوری فلان میکنی اینا میکنی، شوهر مردرم میدزدی، ای بر پدرتون لعنت. البته برای اعراب اونور که مهم نیست، هر کدومشون 6 تا 7 تا زاپاس داشته باشن برای اونها هیچ مشکلی نیست دیگه، نگر میدارن خلاصه بعد سیر شدن پاس میدن به یه نفر. ولی واقعا تأسف انگیزه، 80% پیدا شدن مفقودی ها که تو این چند وقت پیدا نشد. اون مردم بچهای سپاه گفته بودن دیگه، گفتن آقا ما اصلا نگران نیستیم، اینایی که کلا مفقودی میزنن و اینا برای خودشون جا و مکان دارن، میرن اونجا سالانه یک هفته مهمان اون طرف هستن، اون طرف هم میزنه شکارو تموم شد آخرین روز ماشین سوارش میکنه میاره اونجا، میگه حالا برو تا سال دیگه دوباره دلم تنگ بشه بعد برگرد بیا. خب ولی میگفت حالا اون که یک کثافت کاری که 80% اونها متأهل بودن دیگه، ما همون شب فقط چند نفرشون دختر خانم بودن و اینها که الان دیگه عرض بکنم دختر خانم هم نیستن در این یک هفته، خلاصه به باد دادن. اما جالبم اینجاست اینها هزار جور کثافت کاری اونجا میکنن، بعد بلند میشن همون حرامزاده ها با همون طرز تفکر میان اینجا گیر میدن به دو خال موی دختران، حالا از فردا دانشگاه ها و مدارس ما باز میشه گیر میدن به دختر بچه های ما، خدا از اینها نگذره. به هر حال از فردا این جامعه عزیز ما کردها قرار این گرده همایی رو تو اکثر شهرها داشته باشن. خب موضوع بعدی که قرار بود امشب در موردش صحبت بکنیم، بذارید ببینم، آها خیلی جالبه، کل رؤسای ستادهای انتخاباتی آقای زرشکیان ظریف جمهور جمع شدن تو وزارت کشور و گفتن که ما باید بشینیم هماهنگ بکنیم برای استانداری و فلان و بسار. شما میدونی که آقای ظریف جمهور هم بلند شد رفت این آقای وزیر کشور رو هم معرفی کرد جای اون احمد وحیدی، اون رفت و یه نیرو انتظامی دیگر آوردن جاش گذاشتند و اینها. و جالب اینجاست که امروز این اومد آب پاکی رو دست همه ریخ، گفت که من به تمام استاندارها که الان اینجا جمع هستی دارم میگم برگردید با قدرت برید کار خودتون رو بکنید، انگار من الان آمدم من همون آقای احمدی وحیدی هستم، وزیر کشور قبلی هستم، هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی من خوشم میاد رید تو کاسه این اصلاح طلبا که شکماشون رو صابون زده بودن که قرار بود استاندارای هر استان عوض بشه، اصلاح طلبا بیان، بعد اصلاح طلبا عروض لوباش خودشون رو بیارن، تا الان داره دسته پروفسور رئیسی خوردن، حالا داره دسته ظریف جمهور آقای زرشکیان یا گوزیده بخورن. بعد دیدن که نه از این خبرام نیست، امروز اکثر این رؤسای ستادی رفته بودن اونجا جمع شده بودن که رؤسای ستاد انتخاباتی استانهای
جناب آقای پوزیده بودن، یعنی دومشون رو گذاشتن رو پولشون و دست از پا درازتر برگشتن به استانهای خودشون و واقعا هم خیلی هم خشمگین بودن، هم ناامید بودن که چرا امروز مثلا وزیر کشور یا خود ظریف جمهور آمد سخنرانی کرد و فلان، برنگشت نگفت که داستان ما اینه که بگردیم مثلا از بین اسلحه آدمهای فلان رو بذاریم. گفت همین اراذل اوباشی که همین الان با اون طرز تفکر نمیدونم داعشی خودشون به عنوان استاندار بمانن، ما هیچ کدوم شما رو نمیخوایم دست بزنیم. راستم میگن 90% اینهایی که الان استاندار هستن همه نیروهای امنیتی سپاه و درجه دار و فلان هستن، از همین اراذل اوباش جناب آقای مؤمنی وزیر کشور هستن. وقتی با اینها رفیق و فوقافاکش داشته سالها، دیگه چه دلیلی داره اینها رو بخواد عوض بکنه و بره یه مشت اصلاح طلب و بیاره که فردا براش اما با اگر راه بندازم. اینم از این که ما، یعنی حق شماست، هر بلایی سر شما احمقایی که بردید رأی دادید حق شماست. بعضی هم گفتن آه زیاد بدبین نباش، یک بارم فرصت بده، یک بار چی؟ ما 45 سال به این اراذل اوباش فرصت دادیم، اینها هر بار بد و بدترشون آمدند. کجای تاریخ جمهوری اسلامی شما دارید که یک بد رفت یک خوب آمد؟ همیشه بد رفت بدتر آمد. الان هم اینجوریه، استاندارها هم کیفشون کوک، برگشتن همه سر چه میدونم مسئولیت‌های خودشون و فلان. اصلاح طلبا گفتن نه ما به زودی گرد همایی بزرگی رو راه خواهیم انداخت و اعتراضات خودمون رو به ظریف جمهور و ظریف جمهور شما رو به تخم خودش حساب نمی‌کنه. شما اون آقادایی بزرگ شما اون آقای پروفسور ظریف بود، چیچیدار اعظم بود، به مال اعظم بود، اون که انداخت بیرون اصلا براش مهم نبود. یعنی خیلی درد داره ها، خیلی درد داره. ظریف برای این یقه پاره کرد، چقدر رفت برای این قایمالی کرد، آخو بیاین بیاین رای بدید، ما قراره اینا رو کنار بزنیم، ما قراره ما بیاین قراره کشور رو بگیریم. آبادانی بابادانی خامنه ای خیلی ساکت سوسکی وایستاد، اینا انتخابات تموم شد و فلان، آمد دوباره گفت دجمن دجمن دجمن، تموم شد گفت دجمن، دیگه همه تکلیف ها مشخص شد. ظریف جمهور دومش رو گذاشت رو کولش، گفت من خر علی خامنه ای هم نمیتونم کاری بکنم، برو برو بیرون. اون انداخت بیرون، دیگه اون رئیس مشاور اعظم ظریف جمهور بود، اون حالا هیچی. اون پسره یه زمانی تو دولت روحانی وزیر مخابرات بود، جهرومی، اون که دیگه نایب رئیس نمیدونم کل ستادهای کشورش بود، یه دونه پست رئیس اداره ارشاد مثلا اشکولتپه هم بهش نداد، اونم انداخت بیرون. عبدالعلیزاده که مثلا رئیس ستاد انتخاباتی کل کشورش بود، یه زمانی هم وزیر مسکن و شهرسازی بود تو دولت خاتمی، خب میتونستی احمق اینو بیاری به عنوان مشاور ارشد خودت یا رئیس دفتر خودت، چون امینت بود می آوردی، هم زبانت هم بود، ترک زبانم بود، می آوردی کنار خودت قرار میدادی و به پیش می‌رفتی، اونم زدی کنار. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که تو یه حرام نطفه‌ای بیش نیستی. ما اون موقع گفتیم که من واقعا متاسفم که این حالا بلد ترکی حرف بزنه، این که ترک نیست، چون ترک‌ها آدم‌های با شرفی هستند. گوش میدی؟ این خرهای عوضی آمدن یک جورایی دارن چهره ما رو تو دنیا و تو کشور دارن خراب میکنن. دیگه شما منافق‌تر از دیگه ظریف جمهور من فکر نکنم. الان فقط کون خودش و دخترش و دوتا پسراش و اینها رو داره، اون پشتم دارن بر خودش زده بند میکنن. خیلی جالبه تو دولت رئیسی یه دونه از این پسران سرداران سپاه، من بزنم رضاینا گذاشتن تو کانال، یکی از این پسران آقازاده سرداران سپاه و فلان و بسار، این تو دولت ظریف جمهور یک پست بالایی داشت، عوضی که خواهران دولت عوض شده قانونش اینه اینا همه برن کنار، یه گروه دیگه بیان جوان‌تر. خودت گفته بودی میخوام جوانای باسواد رو تحصیل کن، بعد همون بچه رو از اونجا عوضی که برش دارن بزنن کنن، چون باباش سردار سپاه، آوردنش کردن معاون وزیر نفت. معاون وزیر نفت یعنی اون پول دیگه تموم شدنی نیست، تموم شدنی نیست، اونو برداشتن آوردن اونجا. پس نشون میده که واقعا ظریف جمهور کاری نیست، فقط میخواست یه حالی به خودش بده و تو خاطرات خودش بمیره، بره رو قبرش بنویسن یه زمانی مثلا رئیس جمهور بوده. ولی من اون روزم دارم میبینم که اگر این بمیره و بره زیر خاک، مردم برینن به قبرش. حالا ببینید کی من به شما این حرف رو زدم. خب اما بذارید یه موضوع دیگه اینم بگم خدمت شما. آیه ناصر کنعانی، این شمالی هم هستن، لنگرودی هم هستن، این
امروز اومده صحبت کرده و بذارین از رو بخونن، خیلی جالبه. میگم اینا چقدر پررواً، آخوندها چقدر رو دارن، چقدر پررواً، چقدر کثیفن، آدم چندشش میشه از اینها. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی: حمله روز یکشنبه حزب الله لبنان که با حملات پیشگیرانه اسرائیل مواجه شد را عملیات بزرگ خواند و گفت پاسخ منحصر به فرد حزب الله علیه چندین اهداف حیاتی اسرائیل را تمجید و تبریک گفت. من دیشب داشتم به صادق میگفتم، گفتم آقا ماها همه این بلاورس موبایل تو دست ماست، میریم نانوایی میگیریم، یکی داره دست به شنبولش میزنه میگیریم، یکی دست به فلانجاش کرده میگیریم، دیگه داریم دیگه، خب ربطی نداره، فیلم میگیریم میذاریم تو فضای مجازی. یعنی این میگه این همه اهداف مهم رو اینها دیشب زدن، این خرسولا مثلا زد پریشب، خب آقا یه دونه فیلمش باید در نیاد، مگه داریم؟ این همه معترض هم ما تو اسرائیل داریم، معترض دولت نتانیاهو هستن، یعنی نشده که یه دو تا فیلم ازشون در بیاد که ماها ببینیم، فقط یه دونه فیلم مرداری در اومد. خب بعد شماها خجالت نمی کشید به عنوان سردمداران یک مملکت، تو به عنوان یه شخصیت حقوقی که سخنگوی وزارت خارجه هستی میای میگی که حمله ای روز یکشنبه حزب الله لبنان که با حملات پیشگیرانه اسرائیل مواجه شد را عملیات بزرگ خواند و گفت پاسخ منتصر به فرد حزب الله علیه چندین اهداف حیاتی اسرائیل را تمجید و تبریک میگوییم. یعنی خودشون دارن به خودشون حال میدن. نگم ما تا کی میتونیم خودمون رو گول بزنیم؟ مثل این میمونه که من الان بیام اینجا بشینم بگم آقا من یکی از نمیدونم بهترین مجریای حال حاضر ایران هستم، اصلا من نباید با کسی سلام یعنی خودمو یه پخی بکنم مثلا، ولی در واقعیت برم بیرون کسی منو به یه بر خودش حساب نمی کنه. تا کی من باید خودمو گول بزنم؟ تا کی باید خودمو بیام بگم که آره منم مثلا چه میدونم بزبزه ها؟ خب الان داستان جمهوری اسلامی هم همین شده. قطر امروز آمده نخست وزیرش رو آورده گفته که آقا اینا به من پیام دادن که به اینها بگو اگر آمدید خوار مادرتون رو صلوات میدیم، ما این دفعه دیگه با شما شوخی نداریم، ما تمام مراکز حیاتی شما رو میزنیم، ما شما میرید برای 100 سال قبل به دوران مظفرالدین شاه و فلان و اینا میرید، الان داریم میگیم به شما. عراقچی میگه نه جان من نگو، خواهش میکنم، اصلا نه آقا راه نداره، ما باید بزنیم. خب به تخم نخست وزیر قطر برو بزن بعد ببین اونا چجوری بهت فرو میکنن. حالا جالب کجاست؟ جالب اینجاست که امروز من دیدم مدیر کل روابط عمومی تشخیص مصلحت نظام آمده یک سوالی رو طرح کرد و گفت که باید همه پاسخ بدن، مخصوصا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پاسخ بده که چطور می شود حزب الله تنها به 3 نفر از ایران گفته بوده، 3 نفر از سران سپاه پاسداران، حالا کیا بودند و اینا من نمیدانم، 3 نفر به آنها گفته بوده و 1 نفر سفیر جمهوری اسحالی در بیروت، فکر کنم امانی اسمش، اون میدانسته و 3-4 نفرم تو حزب الله اون فرماندهان ارشدش، یعنی کلا 7-8 نفر میدونستن که حزب الله قرار ساعت 5 صبح حمله آنچنانی بکنه. خب میگفت حتی به اینها گفته شما برید مثلا موشک ها رو آماده بکنید، قرار چند روز دیگه حمله بکنیم، به خاطر اینکه چی؟ این درز خبر نشه و اگرم درز خبر بشه اسرائیل تو خودشون جاسوس داشته باشه، خیالشون جمع بشه که اینا میخوان چند روز دیگه حمله کنن نه الان. ولی خیلی جالب بود، در واقع اینا قرار بود ساعت 5 صبح حمله بکنن، 30 ساعت مونده به همه املا اعلام بکنن که بلند شید برید اونجا و شروع بکنید مثلا به پرتاب موشک و فلان و اینها، ولی پیش دستانه اسرائیل آمد یه چیز در حدود 70% موشک، وقتی 1000 تا میخواسته پرتاب بکنه 300 تا زده، یعنی 700 تاش رفته دیگه، یعنی 70% کلا موشک ها و راکت ها و اینها توسط اسرائیل، یعنی 100 هواپیما که امروز فیلمش هم دیگه منتشر کردن، خوشم میاد اسرائیل حرف میزنه با اسناد و مداره، کلا منهدم کردن، فیلم گرفته بودن همه رو امروز منتشر کردن. الان مدیر کل روابط عمومی تشخیص مصلحت میگه که آقا در بیارید الان که چطور میشه از حمله 5 صبح مثلا حزب الله که همش 8-9 نفر میدونستن این خبر به گوش اسرائیل رسیده،
یعنی این حرف خیلی بزرگیه. خب بعد جالب اینجاست، حالا اینکه بگم مدیر کل روابط عمومی خودش هم سردار سپاس تا چون دبیر شورای عالی که اون سردار سپاه رو آوردن همه رو عوض کرده، همه رو سردار پردار برداشت آورده. و جالب اینجاست میگه که اطلاعاتی به دست من رسیده، خواهینم سردار اونجا فوقا فاکش داره و اینا، میگه اطلاعاتی به دست من رسیده که من امیدوارم که اون دوستان خواب دیده باشن که جناب آقای امانی، نمیدونم انامی حالا کی هست، این سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، میگه که ساعت 3:30 بوده، نمیدونم 4 صبح بوده، آمده در طبقه دوم سفارت خونه تو تراس تلفنش رو، یک تلفنی رو روشن کرده و یک پیامی فرستاده و اون سیمکارت رو با فندک سوزونده انداخته دور رفته. یعنی شاید هم اینها دارن الان اینجوری میگن که سفیر جمهوری اسلامی در بیروت لبنان جاسوس اسرائیله. یعنی وا مصیبت ها، یعنی خاک بر سرتون که اینا تا سراغ ببخشید تا فلان جای شما اینا جاسوس دارن. و این خیلی وحشتناکه که امروز آمده بود گفته بود که من سریعا میخوام که چون تمام سفارتخونه نمیدونم دوربین داره، دوربینش هم دست دستگاه امنیتی و فلان اینها، برن رصد بکنن که اون موقع صبح این مرده چرا آمده، چرا رفته اونجا و چرا تا اون موقع بیدار بوده، چرا اون حرفی که پیامی که داده چی بوده، اون سیم کارتی که آتیش زده چه بوده و فلان و بسار و اینها. حالا ما باید صبر بکنیم ببینیم ته ساعت آینده چه اتفاقی میفته. ما اینجاها فقط این روزها وای میسیم ببینیم ته ساعت آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. به هر حال هم در جنگ بین اوکراین و روسیه کار داره به جاهای باریک کشیده میشه. حتی امروز دیدید که وزیر دفاع ایالات متحده آقای آستین قرار بود که یه دونه از این ناوهای هواپیمابر رو بگه تو از مأموریت خاورمیانه بیا بیرون برو جای دیگه. اون الان دیده که اوضاع دوباره یه سری پالس ها بهشون رسیده و قراره مثلا در ساعات آینده شاید جمهوری اسلامی، من نمیدونم اونا خودشون میدونن که شاید بخواد حمله بکنه، دستور داده که فعلا تو اون ناو اونجا بمون، به اون زیر دریایی هم که موشک های کلاهک های هسته ای داشته و اینها به اونم گفته که تو هم همونجا تو منطقه باش که قرار ته ساعات آینده اتفاقاتی بیفته. امیدوارم هر اتفاقی که بیفته خیرش برای مردم عزیز کشورم ایران باشه، امیدوارم، و هر اتفاقی که قرار بیفته سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی رو به همراه داشته باشه. یه بار دیگه خدمت شما بینندگان عزیز، کادر درمان، پزشکان، بهیاران، پرستاران عزیز عرض بکنم فردا قراره جلوی وزارت بهداشت درمان ساعت 9 صبح تجمع برگزار بشه. چرا؟ چون قرار شورای عالی بیاد و تکلیف پرونده پرستارا رو اوکی بکنه. اگر نباشید و اینها شو هم دوباره سر شما کلا بره که دیگه این شورا رفت، دیگه تشکیل جلسه نخواهد داد. از طرف دیگه کردهای عزیز ما که اینجور به ساحت مقدسشون توهین کرده، به دخترشون، به ناموسشون اینجور توهین کرد، این حرامزاده یه که اسمش هم خدمت شما بردم که برگشت گفت که یه نفله کردستانی خیلی حرف داره، این ادبیات تو تلویزیون رژیم جنایتکار آخوندی، یعنی بزرگترین توهین به کردهای عزیز ما، به ساحت مقدس مردم عزیز کشور ما. اینا هم فردا خودشون فراخوان دادن که در اقصا نقاط کشور کردها به خیابان بیان و اعتراض بکنن. حالا باید بشینیم و ببینیم. من فردا شب میام به شما میگم که چه اتفاقاتی در این خصوص افتاده. خیلی خوشحال شدم از اینکه امشب هم در خدمت شما بودم. خیلی مراقب خودتون باشید. من شیمی جانر بی میرم، امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید، شب خوبی رو داشته باشید، خیلی دوست داشته باشید. این روزها این همه بیمهری و این همه نامردی و این همه بدبختی تو کشور ما داره موج میزنه. لطفاً خانم ها همسرانتون رو دوست داشته باشید، مدیریت بکنید وضعیت رو. آقایون اون عصبانیت و گرفتاری ها و مشغله هایی که بیرون دارید و لطفاً داخل خونه نیارید، با همسرانتون با فرزندانتون مهربان باشید. الان هم که من برنامه رو قطع میکنم یه ماچی هم دیگر رو بدید، یعنی هم دیگر رو ببوسید. خیلی ممنونم از شما، همه شما رو تو درود دیگر به خدای بزرگ بسپارم. خدایا رو نگهدارتون.